سلام همگی، میخوام در مورد اج دیتکشن و صحبت کنم. این لایبرری رو که ایمپورت کردیم، ببینید چند نوع اوپن سی وی فانکشن برای اج دیتکشن داره. مهمتریناش لاپلاسیان، سوبل ایکس و سوبل وای. از همه اینا مهمتر کنی اج دیتکشنه. خب حالا یکی یکی در موردش صحبت میکنیم. اول بیایم یه تصویری لود کنیم. خب ببینید، من حالا می‌خواستم یه مثالی بزنم که کاربرد اچ دیتکشن رو نشون بده، نه اینکه فقط این فانکشن رو اعمال کنیم. دیدم کجا کاربرد داره. مثلا توی الان اتونوموس درایوینگ یا رانندگی خودکار، خب خیلی بحث روز دنیاست. این میتونه تو اینجا، این البته خب خیلی مثال ساده ایه، قطعاً الگوریتمای خیلی پیشرفته دخالت داره، اما یه مثال خیلی سادهش اینه که الگوریتم ما بتونه خطوط جاده رو تشخیص بده، یعنی محدوده جاده رو بتونه تشخیص بده. خب حالا عکسی که اینجا میخوایم روش کار کنیم یه عکس یه جاده است. یه جاده ای هم هست تو نروژ از اسم عکس مشخصه. خب پس خود عکس رو دیدیم، سیاه‌سفید میخونیمش. حالا برای اینکه فیلتر اول رو روش اعمال کنیم، فیلتر اول یا اج دیتکتور اول رو میگیم که لاپلاسیان. اول میگیم لاپلاسیان رو امتحان میکنیم. دستورش اینه cv.laplacian خودشه. خب این چه موادی میگیره؟ اول تصویر رو میگیره، بعد یه چیزی به اسم cv.cv. این در واقع دیتا تایپمون رو مشخص میکنه. مثلا خب یه ذره عجیبه که اینو اینجا باید مشخص کنیم، ولی خب این چیزیه که به عنوان ورودی میگیره. خب بیایم اینو نمایش بدیم ببینیم چه جوری شد نتیجه کار. خب ببینید، این الان شاید خیلی خوب نبینید تو عکس، ولی خیلی هم خوب و واضح تشخیص نده، اما این خطا رو اگه خیلی دقت کنید میبینید یه خطای اینجا محو تشخیص داده، یه خطای اینجا کوه رو تشخیص داده، این چراغای کنار جاده رو تشخیص داده. یه علت این که خیلی واضح نیست اینه که تو بک‌گراند خیلی جاها نویز داره. یه کاری که خیلی مهمه قبل اج دیتکشن انجام بشه اینه که تصویر رو یه مقدار بلر کنید، یعنی نویزش رو یه مقدار کم کنید. الان من بخوام نویزش رو ریموف کنم، از گوسیان بلر استفاده میکنم. تصویرمون رو میگیریم، یه دونه باید سایز کرنلی که باهاش میخواین گوسیان بلر انجام بدین رو مشخص کنید. الان اینو ما پاس بدیم به این. ببینید یه مقدار خطوط مشخص تر شدن. چرا؟ چون نویز بک‌گراند یکم حذف شد و یه مقدار خطوط مشخص تر شدن. من بلر رو بیشتر کردم، خطوط حتی بیشتر هم مشخص شدن. خب این کاریه که میتونیم با لاپلاسیان انجام بدین. حالا من یکم بعد توضیح میدم که این لاپلاسیان بر چه اساسی کار میکنه. خیلی خلاصه توی جزئیات و توی ریاضیاتش دوست ندارم برم، چون درس کاربردیه. خب بیایم روش بعدی. سوبل دو تا روش داره، یعنی دو تا جهت داره در واقع، جهت x و جهت y. بیایم هر دو تاشو هم پیاده کنیم ببینیم فرقشون چیه. اول سوبل x، دستورش اینه cv.sobel، تصویر رو میگیره. حتی تصویر حواسمون باشه نویز ریموف شده شو بدیم. دوباره این دستور نوع دیتا تایپ رو میخواد. خب یه دونه جهت رو الان وقتی میخوایم جهت x باشه، اینجا میدیم 1 0، 0 میدیم جهت x. و اینجا یه مشکلی داشت، S بزرگ باید باشه. خب این اج دیتکتر سوبل xه. گفتم که دو نوع سوبل داریم، سوبل x و سوبل y. الان فرقشون چیه؟ سوبل x میاد اجهای عمودی رو تشخیص میده. خب الان ببینید چقدر خوب در واقع تیر چراغ برق رو تشخیص داده، چون کاملا عمودی، اینجا یه چیز تابلوی عمودی هست تشخیص داده. اینجا ببینید نسبتا افقی خیلی پر رنگ تشخیصش نداده. پس سوبل x میاد افقی ها رو تشخیص میده. سوبل y پس میتونیم حدس بزنیم که چیکار میکنه، افقی ها رو تشخیص میده. همینو کپی میکنم چون کدش مشابهه. فقط اینجا تنها کاری که میکنیم جای 0 و 1 رو عوض میکنیم که از عمودی به افقی تغییرش بدیم. خب ببینیم که این چه جوری تشخیص میده. ببینید سوبل وای همونطور که گفتم افقی ها رو بهتر تشخیص میده. الان میبینید اصلا تیر چراغ برق رو تشخیص نداده چون کاملا عمودی ان، ولی مورب ها رو باز تشخیص میده، چون مورب ها همیشه یه مؤلفه عمودی توشون دارن یه مؤلفه افقی. این بالای کوه نسبتا استراکچر افقیه، برای همین کامل تشخیصش داده. حالا بیایم ببینیم
پشت صحنه این لاپلاسیان و سوبل ایکس و سوبل وای چه اتفاقی میفته؟ خیلی نمیخوام تئوری توضیح بدم چون این کورس عملیه، فقط یه ایده دستتون بیاد که این چرا افقی تشخیص میده، اون چرا عمودی تشخیص میده. ببینید هر کدوم از این اج دیتکترها یه کرنل دارن. کرنل چیه؟ یه ماتریس دو بعدیه. اینجا ما اندازه‌شو مشخص کردیم، سایزشو 3 در 3 یا 5. این مثلا یه کرنل 3 در 3. حالا برای سوبل ایکس کرنل ما ستون وسط صفره، سمت راست مثبت، سمت چپ منفی. چون وسط صفره و یه کنتراست بالایی بین سمت راست و چپ هست، پس عمودی‌ها رو تشخیص میده. برای سوبل وای برعکس، ستون دوم صفره و یه کنتراستی بین بالا و پایین هست و این باعث میشه که اجهای افقی رو تشخیص بده. پس این اساس کار سوبل اج دیتکتره. خب حالا لاپلاسیان چجوریه؟ لاپلاسیان هم، حالا من لینک این سفر رو براتون میذارم، توضیحات خوبی داده. خب ببینید این کرنل لاپلاسیانه که یه جورایی تابع لاپلاس رو شبیه سازی میکنه، که اینجا مرکزش مقدار من خیلی منفی بالاییه، یا این یا این، و در اطراف مقدار صفر یا یک که مثبته ولی خیلی مقدار کمیه. این تابع لاپلاس رو شبیه سازی میکنه. پس این بکگراندشون اینه که از همچین تابعی پیروی میکنه، همچین کرنلی دارن. لینک این دوتا رو من توی دیسکریپشن میذارم که اگه خواستین نگاه بندازید. حالا پس این سه تا دستور، سه تا فانکشن OpenCV بود برای اج دیتکشن. اما از همه اینا بهتر کنی اج دیتکشنه. این از همه اینا بهتر جواب میده. بیاین اول امتحان کنیم ببینیم که چطور کار میکنه، بعد یه توضیح مختصرم در مورد اون بدم. خب میایم میگیم که سی وی کنی، خیلی ساده همون عکس رو بهش میدیم که نویز ریموف شده. یه دو تا ترشولد باید وارد کنیم. حالا این مقدار ترشولد 1 و ترشولد 2 رو 100 و 200 وارد میکنیم، ببینیم چجوری نتیجه تصویرمون چطور میشه. ببینید لاپلاسیان خوبیش اینه که اولا هم اجای افقی رو تشخیص میده، هم عمودی رو، و یه چیز تمیز تحویل میده، یه تصویر باینری تحویل میده با خطای سفید جایی که اجها هستن. حالا بیایم یه مقدار اون ترشولد ها رو تغییر بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این ترشولد ها یه ترشولد مینیمم و ماکسیمم هستن. یعنی شما یه جورایی مشخص میکنید که از چه ترشولدی به پایین رو اج تشخیص بده و چه ترشولدی به بالا رو اج قوی تشخیص بده، از چه ترشولدی به پایین رو تشخیص نده. الان بیاین اینو مقدارش رو خیلی کم کنیم، 10 کنیم. همیشه سعی کنین اکستریم به کار ببرین، شدید تغییر بدین که تغییرات رو کامل ببینید. الان میبینید این درختارم اومده تشخیص داده، این بافت‌های جنگل اومده تشخیص داده. خب این یعنی چی؟ یعنی میاد تغییرات جزئی‌ترم تشخیص میده. خب حالا بیایم اینو برگردونیم 100 ببینیم تاثیر این بالایی چیه. به جای 200 اینو ببریم روی مثلا 300. الان بذارید تصویر 200 رو اول نشون بدیم که یادمون بیاد چی بود اصلیه. ببینید اینجاها هنوز یه مقدار تشخیص داره، اما وقتی اینو میکنیم 300 دیگه تصویر خلوت‌تر میشه، اینجاها از بین میره. پس این رنج، هرچی شما ترشولد 1 رو پایین تر بیارید چیزای بیشتری رو تشخیص میده، جزئیات بیشتری رو تشخیص میده. هرچی اینو ببرید بالاتر جزئیات کمتری تشخیص میده. پس این اعداد برای اینن. ببریم همینجا که یه رنج خوبی بود. حالا من میخوام همه این عکس‌ها رو یه جا با هم نشون بدیم ببینیم چجوری میشه. ببینید تصویر اصلیمون و اج دیتکتر سوبل ایکس و سوبل وای. معمولا بیشتر از همه از کنی استفاده میشه، مگر موارد خاصی که مشخصاً حالا اج عمودی یا افقی مد نظرتون باشه، ولی معمولا کنی استفاده میشه. کنی چیه؟ کنی میاد یه کار 4 مرحله ای انجام میده. خب ولی یه سری کارا رو همزمان میاد انجام میده. میاد اول نویز ریداکشن رو خودش داخل خودش انجام میده، یعنی ما اون استپ نویز ریداکشن هم حذف کنیم خیلی اتفاقی نمیفته، یعنی حذف نویز یا بلر کردن. بعد میاد هم سوبل ایکس اف کرنلش رو اعمال میکنه، هم سوبل وایو، یعنی هم اج های عمودی رو تشخیص میده هم افقی رو. و بعد اون یه مرحله انجام میده به اسم نان ماکسیمم سپرشن، یعنی اون اج هایی که یا اون کناره هایی که خیلی قوی نیستن رو حذف میکنه، و در آخر اج های قوی رو نگه میداره. یعنی یه سری الگوریتم های چند مرحله ای داره، واسه همین اینقدر خوب جواب میده همیشه. شما حالا با تغییر دادن این ترشولدا میتونید حالت بهینه رو به دست بیارید. حالا اج دیتکشن کجا به کار میره؟ یه جایی هست مثلا شما میخواین کناره جاده رو تشخیص بده الگوریتمتون، یا یه کاربردی که من خودم اخیراً داشتم
البته تصویر پزشکی بود، ولی حالا من یه مثال خیلی ساده میارم که شما متوجه منظورم بشین، چون من اون تصویر رو نمیتونم اینجا استفاده کنم. فرض کنید یه همچین تصویری دارید، ولی نیاز دارید این تصویر مایل نباشه، کاملا عمودی باشه. خب برای این کار شما نیاز دارید این خطای صاف رو تشخیص بدید، بعد زاویه این خطا رو با افق تشخیص بدید و بعد به مقدار اون زاویه بچرخونیدش که کاملا عمودی بشه. و این کاری بود که من انجام دادم و خیلی به درد خورد. خیلی کاربردهای دیگه داره. شما توی کارخونه خط تولید ممکنه بخواید آبجکت هایی که روی تسمه نقاله حرکت میکنه اونا رو تشخیص بدید که ببینید شکل کلیشون چجوریه، اجش رو تشخیص بدید ببینید دایره کاملا یا نیستن یا صاف قرار گرفتن یا نگرفتن. خلاصه خیلی کاربردهای زیادی داره و امیدوارم که با استفاده از این ویدیو خوب یاد گرفته باشید و بتونید ازش استفاده کنید.